What instantly slaps you in the face upon seeing these forests is not just their natural beauty, but also their longevity, which dates back to around 40 million years ago. این جنگل‌ها متعلق به اواخر دوره دوم زمین‌شناسی و اوایل دوره سوم. بینندگان عزیز، هم‌اکنون در منطقه‌ای که متأسفانه مرتعی به نام برپر آتش گرفته و گونه‌های نادر درخت‌های جنگل هیرکان در حال سوختن. جنگل‌های امامزاده اسحاق ارتفاع 1500 متری. اینا میان اینی میبرن. بعدم اینجوری میذارن. الان قیمت همین یه تیکش مثلا 500 هزار تومانه. کم کم اینی میبرن. این درخت وقتی خوش شد خودش میفته، بعد از اینجا قطع میدن وسط خیابون شبانه. آره، محیط زیست هم هیچ کاری نمی کنه. اصلا به نام محیط زیست ما اینجا چیزی نداریم. ظلمیه که داره به جنگل وارد میشه و مسئولین ما بی خیال برای خودشون از کنارش رد میشه. مگه میشه اینجا ارموتوری کار بکنه؟ اون وارتر کسی خبر نداشته باشه. تو چطور از دل جنگل ایرکانی ازم دو معدن شنماسه تعریف دارد؟ سه دو معدن در 4 کیلومتر در این بسته سمو طبیعت ما نابود شده. هزاران عرصه درخت در این منطقه خوش شدن. همین رودخانه رو ببین، درخت های هزار ساله دارن که خوش شدن. شما مسئولید. ما خواهش میکنیم، ما مخالف، همینجور که عموی ما گفتن مخالف اشتغال نیستیم، اما منطقه تعریف دارد. تو مسیر جاده هرات به مقدار تخریب کردیم، نابود کردیم. تو منطقه چه آی دکتر، ما با عنوان بومی منطقه، با عنوان فرق آی دکتر، من یه سوال دارم. شما مسئولی که ما با عنوان بومی منطقه حرفمونی بزنیم. آقای من، ما همه تنظیم کرده این مردمون آب و خاکی باید همین آب و خاک بود. از همین مردم بورگستانی هزینه همون تعمین شده. من میخوام سوالی از شما بپرسم. شما به عنوان یک کارشناس، به عنوان کسی که از سازمان زیبرت مجوز میدین، مجوز شما باید ختم بشه به این برداشت. شما نگاه بفرمایید، این الان نابودی مرتع و کوه و جنگل. با درود به همیهنان عزیزم در سراسر جهان، ایمان فروتن هستم، مهندس طراح ماشین مبارزه. به 28 برنامه تلویزیونی ماشین مبارزه که هر آدینه از شبکه جهانی تلویزیون پارس پخش میشه و به طور زنده از کانال یوتیوب و اینستاگرام ماشین مبارزه و همچنین به طور زنده از رادیو نارمک. همیهنان گرامی، در طول این برنامه همونجوری که در کلیپ قبل دیدید و یا وقتی که این برنامه رو ضبطش رو ببینید، میتونید که نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو از طریق کانال تلگرامی ماشین مبارزه برای ما بفرستید که ما یا در برنامه و یا در طول هفته به شما پاسخ خواهیم داد و بسیار سپاسگزاری خواهیم داد. در بخش دوم این برنامه، الان که تقریبا ماشین مبارزه آماده استفاده و بهره برداری بیشتر میشه، تا یکی دو هفته که بخش پروژه هاش هم که اصل
بخش اصلی زیر سیستم این ساختار هست آماده میشه برای بهره برداری. من صحبت خواهم کرد راجع به این که چه معضل هایی رو که به نظر من و بسیاری هنوز در اپوزیسیون خارج از کشور برای کمک به همیهنان درون مرز وجود داره، چگونه ماشین مبارزه این پتانسیل داره که کمک بکنه که اون معضل ها رو ما از جلوی راهمون برداریم. ولی قبل از اون، همونجوری که میدونیم هفته گذشته، شنبه گذشته 16 ماه سپتامبر، در بیش از 50 شهر جهان حداقل خارج از ایران تظاهرات باشکوهی بود که همیهنان ما از همه جا رفته بودند و در گروه های کوچک و متوسط و بزرگ در شهرهای مختلف دنیا تنفر خودشون رو از جمهوری اسلامی و بلایی که این حکومت بر سر مردم بیگناه ایران آورده و میاره، این تنفر خودشون رو نشون دادن و اعتراض کردن. گروه تولیدات ماشین مبارزه دو تا بخش این تظاهرات یک کلیپ های درست کرده. از اتاق فرمان درخواست میکنم اگه آماده هستیم به بخش اول این کلیپ تظاهرات هفته گذشته نگاه کنیم. To raise your voice, I stand with you, I will fight with you, but let me give you a little hope. یک بار دیگر سوگند خود رو یاد میکنیم که با خارج و با داخل کشور یکی شویم. با من تکرار کنید: من به این پرچم مقدس که مظهر استقلال میهن من است سوگند وفاداری یاد میکنم. پاینده باد ایران، پاینده باد ایران، قرار باد پرچم، قرار باد پرچم، زنده باد آزادی، زنده باد آزادی، زنده باد آزادی، زنده باد آزادی. امروز در سالگرد مهسا 16 سپتامبر بار دیگر روبروی مرکز اسلامی منچستر وابسته به جمهوری اسلامی ایران جمع شدیم تا بار دیگر فریاد خونخواهی مردم مظلوم و معصوم ایران رو سر بدیم و بار دیگر بر خواسته خودمون که بسته شدن این مرکز اسلامی وابسته به جمهوری اسلام هست پافشاری کنیم. زن، زندگی، آزادی. دوستان، اینجا مدرسه که اومدن مردم خودم رو بدن جلوی سفارت جمهوری اسلامی. سفارت مدرسشان عزیزان هستن میمن پرازان با سپاس از همه عزیزانی که شنبه گذشته در سراسر جهان و مسلماً در درون کشور اعتراضات خودشون رو به این رژیم جنایتکار صداشون رو رسوندن. همیهنان گرامی، همونجور که گفتم، چون ماشین مبارزه کم کم داریم نزدیک میشیم به رسماً افتتاح بکنیم، از فاز بیتا بریم به فاز اصلی و بهره برداری شروع کنیم،
تبلیغات در رابطه با آگاهی رسانی که یک همچی ابزاری هست برای همکاری سیستماتیک و پروژه محور شروع شده. هفته پیش نشون دادیم که در چند کشور دنیا، در آمریکا، در اروپا، در ترکیه مبارزان ما چاپ کرده بودند پوسترها و فلایرهایی که معرفی کنه ماشین مبارزه چه هست، ابزاری جایی هست غیر سازمانی بر اساس 4 اصل فقط، که هر کسی که این 4 اصل رو قبول داشته باشه، تمامیت ارضی، جدایی دین از حکومت، انتخابات آزاد و سیستم دموکراسی و 4 هم خواهم گفت بحث این جمهوری اسلامی باید بره، 4 اصلی که همه ما قبول داریم و در سایت اسو هست، اینا رو پخش کردن. علاوه بر اون یک پروژه در ماشین مبارزه بود که به زودی اون رو چون تکمیل شده خواهید دید در بخش پروژه ها، و اون معرفی اس او اس ایران و ماشین مبارزه به جهانیان بود در شهر نیویورک سیتی همین هفته چند روز پیش، وقتی که آقای رئیسی با اون اوباشی که دورش برشون هستن در شهر نیویورک بودن. در حقیقی 2 هفته آینده خواهید دید که این پروژه چگونه درست شد، چه کسی یا کسانی کمک کردن به خرج این پروژه، و این هم ثبت خواهد شد در تاریخ. اتاق فرمان اگر آماده است یک کلیپی از این کامیون رو که در شهر نیویورک 7-8 ساعت میچرخید و با هم نگاه میکنیم و اون تبلیغی که پخش میکرد. همیهنان گرامی، این کامیون، این تبلیغ، این آگاهی رسانی متعلق به تمام مبارزانی هست که شماره SOS دارن. کم کم فرق رو نگاه کنید. به جایی که بگید من متعلق به این سازمان هستم، به این گروه هستم، اینجوری فکر میکنم، این بر ایدئولوژی به اینجوری هست، برای آزادی ایران همه با هم با تمام اون تعلقات سازمانی و غیره با، ولی میایم میگیم که ما همه جزء این ماشین هستیم برای براندازی رژیم جمهوری اسلامی و رفاه و آزادی مردم ایران. در این بخش برنامه اجازه بدید که خیر مقدم بگم به تعدادی از مبارزانی که در روزهای گذشته ماشین مبارزه پیوستند. این مبارزان کسانی هستند که درک میکنند به محض اینکه آگاه میشن که همچی چیزی هست، که این میتونه پتانسیال اینو داشته باشه که ما رو به اون نقطه نهایی برسونه، و
بنابراین کسانی که الان با محدودیت‌هایی که روی سایت داریم و فقط تعداد کمی هر روز میتونن بیان، این عزیزان از ایران و از جاهای دیگه دارن میان و آمادگی خودشون اعلام کردن و اگر بدونید چه توانایی دارن. اجازه بدید من خیلی مقدم بگم به SOS 3416 با از کشور سوئد با نام کاربری آریو برزن. آریو برزن خوش آمدید. اجازه بدید خیلی مقدم بگم به SOS 3417 از ایران، از استان خراسان رضوی، ایشون با نام کاربری سروش اومدن. جناب سروش درود بر شما، خوش آمدید. SOS 3418 از کشور سوئد با نام کاربری گلپسر، گلپسر خوش آمدید. SOS 3418 ببخشید 3419 از کشور نروژ با نام کاربری، احتمالاً نام اصلیشون هم هست، رضا نوروزی. عزیزانی که مایلن با شخصیت حقیقی و نام حقیقیشون کار بکنن و مبارزه رو بدن، به زودی تیم هموندی ماشین مبارزه رو آماده میشه، با شما تماس خواهن گرفت و نحوه این که خودتون رو با شما آشنا بشین به شما خواهن گفت. این فقط برای عزیزان هست که خارج از ایران هستن، از درون کشور شخصیت حقیقی فعلا خیر، فقط مستعار برای امنیت هممیهنان. 3422 SOS 3422 از کجا؟ از استان کرمان ایران با نام مستعار و کاربری شاهرضا 22. شاهرضا 22 خوش آمدید. 3423 SOS 3423 از کشور دانمارک با نام کاربری هیثم، بسیار بسیار خوش آمدید. 3424 از استان تهران، SOS 3424 از استان تهران، از کشور ایران با نام کاربری میهن پرست، میهن پرست 3424 خوش آمدید. 3425 که جنسیت شونم فکر کنم شاید مشخصه اگه به ما اشتباه نکنن، از با نام کاربری من دختر ایرانم، از استان تهران از ایران 3425 من دختر ایرانم خوش آمدید. یه مبارزه دیگه داریم که بعداً با از ایران هست، باید شمارش رو بعداً براشون بذاریم، برای اینکه میگن از قبل من بودم ولی پیدا نکردیم. میگذاریم از اون، میریم 3426 از کشور سوئد، نام کاربری شهریار، جناب شهریار سوئد 3426 خوش آمدید. و SOS 3427 از ایران، از استان اصفهان، نام کاربریشون رو نمیگم اینجا برای اینکه میخوام مطمئن باشم که این نام کاربری درست گذاشتن، ولی 3427 نه تنها خوش آمدید، پیامتونم رسید، پیاماتونم به دست ما رسید و در تماس خواهیم بود. ادامه بدید پیام ها و گزارشاتون رو، فعلا میتونید از اون طرقی خدمتون گفتیم بفرستید تا اینکه ماشین مبارزه بخش گزارشاتش هم بعد از پروژه ها آماده بشه. خب و از این هفته هم قراره که خبرنامه های ماشین مبارزه شروع بشه، فرستاده بشه مبارزان، که بدونید که هم برنامه ها رو لینکاشو داشته باشید، هم چه خبر هست و کم کم ماموریت هایی که تک تک مبارزان در سراسر جهان برشون فرستاده میشه که در صورت امکان و تمایل اون ماموریت ها رو انجام بدهن. خب در اینجا اجازه بدید بریم به یک میوزیک ویدیوی بسیار زیبا که چند روز در اومده نگاه بکنیم و این میوزیک ویدیو رو SOS مبارز 3319 با همکاراش با موزیسین دیگه انجام دادن، فرشاد احمدی SOS 3319 به همراه چندین از دوستانشون که موزیک های مختلف و موزیک ویدئوهای مختلف تا امروز چند تا درست کردن با هم نگاه میکنیم. هنگامه خشم است ولی وقت از آنی، نومیری و اندو و فقان هیچ به جانی، جاری شده بر خاک وطن خون شهیدان، جز نفرت از این بی پدران در دل ما نیست. هنگامه خشم است ولی وقت از آنی، نومیدی و اندوه و فقان هیچ به جانی، جاری شده بر خاک وطن خون شهیدان، جز نفرت از این بی پدران در دل ما نیست. هر روز خبر میرسد از قطر و تجاوز، انگار در این ملک ستم دید خدا نیست. ایران شده ویرانه از این قوم هواپوش، هر قطر
حسرت و بربر شدن چلچله ها نیست، از معنی و مفهوم وطن هیچ ندانند، هر کس که وفادار به خون شهدا نیست. این خاک کهن مظهر فرهنگ و تمدن، جولانگه این طایفه بی سر و پا نیست. جز حسرت و برپا شدن چلچله ما نیست، دیگر نمیشی نیست که هنگام قیام است. این زود به این مردم آزاد روانیست، در راه رهایی وطن از شب خونین، جز ما به خدا نیست کسی باقی ما نیست. دیگر نمیشی نیست که هنگام قیام است. این زود به این مردم آزاد روانیست، در راه رهایی وطن از شب خونین، جز ما به خدا نیست کسی باقی ما نیست. هنگام خشم است واقعا. ببینید که جوانهای ما رو اینا چیکار کردن با خونده. آدم این ویدیو رو که میبینه، این جوانهایی که با این همه شور و شادی و نشاط داشتن زندگی میکردن، ببینید تو تازون تو اون گرفتاری ها و خفقانی که در ایران هست و این آخونده چگونه دلشون اومد، دستور دادن و همه اینا رو کشتن، ولی اینجوری باقی نخواهد. با سپاس از هنرمندانی که این ویدیو زیبا رو درست کردن، خسته نباشید. اجازه بدید که بریم الان و بخش دیگری از تظاهراتی که در شهرهای مختلف جهان هفته پیش 16 سپتامبر بود اونم با هم نگاه کنیم و برگردیم. سپاس. و در این بخش برنامه میخوام یک کلیپی رو براتون پخش بکنم. این کلیپی هست برای هفته تاریخ اتفاقاتی که در سالهای گذشته افتاده در این هفته پیش رو. این کار رو 6 سال پیش یک سازمانی که از سازمانهای مبارز نهاد مردمی درست کرد و الان میخوام که یک بخش از اون رو ببینیم. و اینه که شما دارید نگاه میکنید، ما احتیاج داریم که این گاه شما رو
برای اسوسیران تقدیم ماشین مبارزه بکنیم و بروزش بکنیم. بنابراین احتیاج داریم به محققین، به تاریخدانان، به کسی که صدا بلد، صداش خوب صحبت بکنه و همچنین بتونه که ویراستاری بکنه. با هم این بخش رو با هم نگاه میکنیم. رویدادهای هفته پیش رو برگرفته از گاه شماره ملی ایران، 30 شهریور، تغییر ساعت رسمی کشور، تغییر ساعت در بهار و پاییز که شیوهی برای صرفه‌جویی در انرژی است از دوران پهلوی دوم در ایران آغاز شد که با مخالفت آخوندهای واپسگرا و بیسواد روبرو گشت، تا آنکه بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی، تغییر ساعت مورد پذیرش آخوندها قرار گرفت. 31 شهریور 1359 خورشیدی، آغاز جنگ تحمیلی 8 ساله. در بعد از ظهر چنین روزی، عراق پس از 20 ماه مقدمه چینی مرزهای ایران را مورد تجاوز قرار داد. در این روز 3 فروند میگ 23 عراق فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران را مورد حمله قرار دادند و بدین ترتیب جنگ و تجاوز عراق علیه ایران به اشاره و حمایت آمریکا و دولت‌های غربی آغاز شد. همزمان با تهران، فرودگاه‌های نظامی و بین المللی تبریز، شیراز، همدان، دسفول و اصفهان نیز مورد حمله هواپیماهای دشمن قرار گرفت. 1 مهر، روز بازگشایی مدارس. با آغاز سال تحصیلی در اول مهر، بعد از 3 ماه تعطیلی، دوباره فریاد دانش آموزان پنجره‌های کلاس را می‌لرزاند. هیجان بچه‌ها سکوت 3 ماهه مدارس را می‌شکند و آنها با ذوق و شوق این روز را آغاز می‌کنند. دوباره پشت نیمکت‌ها می‌نشینند و سال تحصیلی نو آغاز می‌شود. 2 مهر 1330 خورشیدی، اخراج کارکنان انگلیسی صنعت نفت. در این روز دکتر مصدق نخست وزیر وقت کارکنان انگلیسی صنعت نفت را که حاضر به انعقاد قرارداد استخدام با دولت ایران نبودند از کشور اخراج کرد که بیشترشان به بصره رفتند و منتظر حمله نظامی انگلستان و بازگشت به خوزستان شدند. هدف لندن عمدتاً این بود که با خودداری متخصصان آن کشور از همکاری با ایران، پالایشگاه آبادان بخوابد و ایرانیان دچار مضیقه نفت و بنزین شوند و از مصدق روی برگردانند. 3 مهر 1346 خورشیدی، انتشار طرح نظام تازه آموزش و پرورش. طرح نظام تازه آموزش و پرورش در چنین روزی به صورت 1 کتاب قطور جهت بررسی و اظهار نظر کارشناسان انتشار یافت که به موجب آن دوره ابتدایی به 5 سال و دوره متوسطه به 4 سال کاهش می‌یافت و در عوض 1 دوره 3 ساله راهنمایی تحصیلی با هدف شکوفا ساختن استعداد نوجوانان و هدایت آنان بر پایه ذوق و استعدادی که از خود نشان دهند به دوره متوسطه مربوط به وجود می آمد. با سپاس از عزیزانی که زحمت کشیدن 6 سال پیش این گاه شمار رو درست کردن. همینجوری که احتمالاً مشاهده فرمودید این باید بروز بشه. مثلا اولین خبرش این بود که فلان سال ساعت‌ها عوض شد که پاییز و بهار اینا ساعت‌ها رو عقب جلو بکنن، که الان می‌بینیم که یکی 2 سال هست که در ایران و چند تا کشورهای دیگه این کار رو تغییر ساعت رو انجام نمیدن و تمام اتفاقاتی که در این چند سال گذشته افتاده، از آبان یک کشتاری که کردن چند سال پیش و مهسا و غیره و بسیاری چیزهای دیگر بعد در این گاه شمار گذاشته بشه. از تک تک شما عزیزانی که مایل همکاری بکنید در این پروژه برای ماشین مبارزه که تقدیم بشه به همه ایران، ایمیل بزنید به info@nahadmardomi.com، بگید من میخوام کار بکنم و با شما تماس خواهیم گرفت. اجازه بدید ببینیم که 2-3 دقیقه تبلیغات تلویزیون پارس رو ببینیم، با هم برمیگردیم و با هم صحبت میکنیم در رابطه با معضلات کلیدی اپوزیسیون خارج از کشور این روزا. خوب باشید. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را میتوانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید.
اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته GLV برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. GLV پل ارتباطی شبکه ما با شما. شرکت GLV به اطلاع می رساند که به دنبال استقبال بی سابقه شما عزیزان، تخفیف بهاری اپلیکیشن GLV تا آخر تابستان 2023 تمدید شده است. شما تا پایان ماه سپتامبر فرصت دارید تا اشتراک 6 و 12 ماهه اپلیکیشن GLV برای تلویزیون های هوشمند را با 25% تخفیف دریافت کنید. برای سفارش با تلفن 905-762-5037 تماس گرفته و یا از وبسایت glviz.com دیدن کنید. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس های GLV دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های GLV از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. جیل تاک تنها اپلیکیشن تلفنی است که یک شماره تلفن آمریکا و یا کانادا را در اختیار شما می‌گذارد تا دوستانتان بتوانند از هر کجای دنیا با شما تماس بگیرند. شما هم می‌توانید با ارزان‌ترین قیمت با هر کشوری در دنیا ارتباط برقرار کنید. آمریکا، کانادا، استرالیا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئد، مالزی و ده ها کشور دیگر در جهان فقط 1 سنت در دقیقه. ترکیه، رومانی، نیوزلند و ژاپن فقط 2 سنت در دقیقه. نرخ تماس با باقی کشورها را می توانید در قسمت ریت چکر جیل تاک پیدا کنید. بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1,000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می کنیم. آگهی خود را به GLV بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. دنیایی از کانال‌های تلویزیونی، فیلم، سریال و برنامه‌های پربیننده برای همه پلتفرما در هر کجای جهان. خب همیهنان گرامی، در این بخش برنامه اجازه بدید اول یک کلیپی رو که مال 19 سال پیشه توی آرشیوا داشتم دنبال چیزی میگشتم، یک کلیپی رو کردم مال 19 سال پیش، البته مال 18 تیر ماه سال 2004 هست، فکر کنم 7 جولای. اونو با هم نگاه بکنیم، بعد برگردیم به بخش بقیه برنامه. با هم بابا باشید. Thank you.
سیاسی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. یادش بخیر. همیهنان عزیز، اینی که من نگاه میکردم حداقل دو موضوع مهم به نظر من رسید، نمیدونم نظر شما هست. مقایسه بکنید این تظاهراتی که تقریبا 20 سال پیش انجام شد با تظاهراتی که پارسال و امسال در سراسر جهان انجام شده. تازه این 2004 اون موقعی بود که خیلی ها میمدن، این چند سال اخیر قبل از مهسا اینا که ما میرفتیم تظاهرات، همون رفتیم دیگه 20 نفر و 30 نفر و 40 نفر و 50 بودن. ولی ببینید که فرق اصلی که ما الان از لحاظ تظاهراتی که در سراسر جهان هست، ایرانی ها که هیچی، تمام آدم های مشهور خارجی از هنرمند و سیاستمدار، اینا تمام دنیا بر علیه جمهوری اسلامی و این آخونده و خامنه اینا دارن صحبت میکنن. دومی که به سن کسانی که در تظاهرات اون موقع بودن و الان نگاه بکنید، در این سال 2004 وقتی نگاه میکنید فکر کنم تعداد جوان ها نسبت به محسن ها شاید 5% بود، 10% بود، یادم نیست، ولی خب ویدیو رو نگاه بکنید مشخصه و به احتمال زیاد ممکنه تعدادی از این عزیزانی که برای آزادی ایران اون موقع رفتن و تظاهرات کردن در اعتراض دیدیم ممکنه الان درگذشته باشن. ولی این مبارزه با جمهوری اسلامی ادامه داشته، دارد و خواهد داشت تا فروپاشی و براندازی رژیم جمهوری اسلامی. و الان که ما پارسال و امسال دیدیم در تمام در این شهرهای دنیا، اون موقع فقط یه فدرال بیلدینگ بود و شاید هم یه لندن، دو شهر، شاید هم حالا پاریس بازم، ولی وقتی که الان می‌بینیم 50 تا شهر رو در آن واحد صدها هزار نفر میرن و بر علیه این رژیم صداشون بلند میکنن، سوال بعدی که مدت هاست به خصوص اخیراً در چند سال اخیر داره پرسیده میشه که پس چرا اپوزیسیون حداقل خارج از کشور نمیتونه به اون نیاز اصلی اپوزیسیون که یک وحدت هماهنگی هست، وحدت مدیریت هست برای عزیزانی که در داخل هستن، بتونیم ما همه با هم این وریا بدونیم که با هم دعوا کنیم، هر کی اون کاری رو که بلده بذاره وسط، بگه این بخشی کاری که من میتونم و با هم همکاری رو بکنیم.
صحبت و پیشنهادی که شاهزاده رضا پهلوی بارها و بارها و بارها گفتن ما احتیاج داریم به یک مکانیزمی، به یک جایی برای همکاری سازمان‌ها و مخالفان جمهوری اسلامی و منفردی. در این بخش برنامه بعد از اینکه الان 27 تا برنامه داشتیم و الان برنامه 28 ماشین مبارزه هست، می‌خواستم به چند تا از موزلای کلیدی که ماشین مبارزه تمام این موزلا رو براش پادزهر داره راجبی صحبت بکنم. فقط 1 2 3 4 بهتون بگم. از شما درخواست بکنم، شما نیست، اگر موزلهایی میبینید که باید حل بشه و فکر میکنید اون موزلهاست که سد شده، سد راه شده برای اینکه ما بتونیم هرچه زودتر همبسته و پیوسته بشیم تا به اون اتحاد برسیم، برای اینکه لازم هست، اگر موافق هستید ما بتونیم که هرچه زودتر این موزلهای دیگر بدونیم و ببینیم که آیا ماشین مبارزه میتونه پادزهر اون هم باشه یا خیر. به نظر من به احتمال بسیار زیاد میتونه. پس الان من چند تا سلاید میخوام بهتون نشون بدم و این سلایدا یک به هیچ وجه مسئله نیست که به فردی، سازمانی، کسی ماشین مبارزه خدایی نکرده بخواد توهین بکنه یا بگه بدن یا غیره یا حتی خوبن. این معضل هایی است که حداقل من و میدونم بسیاری عزیزانی که سالها، خود من 23-24 ساله دارم این کارا رو میکنم دیگه، لمس کردیم. همین پیروز با یک شخص دادم به اپوزیسیون صحبت میکردم، ایشون هم لمس میکرد. سلاید اول با هم نشون بدید و این سلایدی که الان میبینیم بالاش برخی از معضلات کلیدی، ممکنه شما قبول داشته باشید، ممکنه نداشته باشید، که باعث شده که پیشرفت نتونه بکنه اپوزیسیون و هرچه زودتر به اون نقطه که باید برسه، که از این همه اعتراضات و اعتصابات و در خارج از کشور و در داخل کشور و زخمی شدن و مجروح شدن و کشته شدن مردم و در نهایت عدم رفاهی که که برای مردم رفاهی که نیست، ما بتونیم اونا رو باش مبارزه بکنیم و تنها راهش هم براندازی جمهوری اسلامی. ببینید، هممون میگیم چرا این ائتلاف انجام نمیگیره. یکی از دلایلش اینه که در اون ویدیو قبلی هم گفتم که ما یک راه کلاسیک رو حداقل 23 سال بیشتر پیش بردیم. میگیم سازمان‌ها، گروه‌ها بیان به هم پیوسته بشن برای اینکه اینها هستن که میتونن که کارو خیلی سریع پیش ببرن. تا امروز هنوز نشده. ائتلاف‌های مختلف شده ولی هنوز اون چیزی که باید شاید به نظر من نشد. یکی از دلایلش اینه که بسیاری از شخصیت‌های شناخته شده اپوزیسیون به یکدیگر یا مهر ندارن یا اعتماد به همدیگه ندارن. خود منم یکی از اونا. یعنی فکر نکنید که بر اساس منم 23 سال دارم می‌کنم، فکر نکنید به کسی دیگه دارم میگم. آیا من کسی هست در اپوزیسیون که من بهش مهر نداشته باشم به دلایل مختلف؟ بله. آیا شخصی هست در اپوزیسیون که شناخته شده است ولی ممکنه من اعتماد 100% بهش نداشته باشم؟ من خودم میگم که بعد نگید به کسی که داره میگه، جواب من بله است. ولی آیا اون فرد یا اون شخصیت فکر، ایده، پروژه‌ای داره که میتونه به آزادی ایران کمک بکنه؟ شاید هم از خیلی ها بهتر باشه. من میگم احتمالش خیلی باله. اگر هست، من باید بتونم یه طریقی با اون شخصی که ازش خوشم نمیاد، بهش اعتماد ندارم، کار بکنم. و برعکس، آیا کسی هست بگه آقا ایمان فروتن خوشم نمیاد؟ 100% هست، چون من رادیو اکتیوم. آیا کسی هست بگه ولی بیچاره با وجودی که آدم بلدیه بعضی فکراش خوبه، اگر باش حرف نزنیم، باش صحبت نکنیم، نشست نداشته باشیم، شاید بتونیم از کارش استفاده کنیم و خواهیم کرد؟ من فکر میکنم هست، برای اینکه دیدم داره انجام میشه. سلاید دوم، اکثر سازمان ها مایل نیستن که در زیر چتر سازمان دیگری همکاری کنن با هم. تو مشخصه یه تعداد داره هم میشینن، همدیگه رو پیدا کردن، هفته ها، ماه ها، سال ها دارن با هم کار میکنن، یه سازمان حالا یا ثبت کردن یا نکردن، تازه اینا بیان بهشون میگه آقا برای آزادی ایران شما برین زیر چتر فلان شخص و فلان سازمان. بعضی وقتا میشه ولی اکثرا چون نمیشه، یکی از دلایل بزرگش اینه که اون افراد و شخصیت های شناخته شده که سلاید قبلی خدمتتون عرض کردم، اکثرشون مدیران و مسئولین همین سازمان ها هستن. پس اگر یک مدیری به نظر من مسئول یک سازمانی، بنیانگذار سازمانی، اشکالی داره با یه نفر دیگه سازمان دیگه، من دیدم و لمس کردم اینا چون اعتماد ندارم میان میشنن که فرمالیته، خب بیایم یه کاری بکنیم، بعد از یه مدتی چیز میشه. وگه اینا این سازمانشون هم نمیان. و بسیاری از سازمان ها هستن متاسفانه، حالا درست غلط شده نمیدونم، برای آزادی ایران به نظر من درست نیست. بسیار سازمان‌ها هستن میگن آقا خانم شما تو این سازمان ما هستین، حق ندارین جای دیگه کار بکنین یا اینجا جای دیگه نه. یعنی این دیوارا رو ساختیم،
مردم ایران دارن میمیرن و ما داریم سعی میکنیم که سازمان ها رو نگه داریم. اینها موزله، نمیگم سازمان ها بره کنار، نمیگم سازمان ها نباشن، سازمان ها خیلی به درد میخورن، ولی برای براندازی احتمالا پتانسیل دیگری هم هست، کار دیگری هم باید انجام بدیم. سلاید بعدی لطفا. حالا سازمان ها دور هم جمع شدن، شخصیت هایی هم که شناخته شده هستن، اونایی که با مهر دارن، اعتماد دارن، دعوا ندارن، تو این 20 سال اینا میان توی نشست، میخوام بشنم با هم صحبت کنم. وقتی پروژه نیست، به نظر من تنها چیزی که میمونه از گذشته گفتن و غر کردن و شما اینو گفتی و اون کاری کردی و این بیانیه که میخوایم بنویسیم اینجاش انشاش بده و اینجاش نمیدونم املاش بده و چرا اسم شما اول اومد و این حرفا. یعنی وقتی پروژه نباشه حرفا این میشه دیگه، ساعتها سوالهای زندگی من و بسیار دیگر نمیخوام بگم تلف شده ولی صرف شده، برای اینکه آدم یاد میگیره از این تجربات که بریم بشینیم سر 6 ماده که آقا این اول اینش بعد اینجوری باشه یا کی اول باشه کی دوم باشه و چیزای دیگه. پس وقتی پروژه نه، در صورتی که اگه پروژه میخوایم پروژه یک کامیون ببرین تو شهر نیویورک، آقای رئیسی که اومده با یک نام، حالا یا SOS ایران یا هر اسم دیگری که این گروهی که اومدن مبارزان بگن آقا SOS ایران به درد نمیخوره، یه چیز دیگه بذارید، بذاریم ماشین مبارزه به درد نمیخوره، بذاریم موضوعی که شروع بکنیم. حالا فکر بکنید به جایی که این همه سازمان و گروه هست و هر کی کامیون خودش رو شاید داشت، یه کامیون با 10 تا اسم توش بود که اینا که میرن اصلا نمیدونن با کی تماس بگیرن، اینا یک جامی بود، ولی اونجایی که میرید تمام سازمان ها و تمام منفردین مبارز در سراسر دنیا هر کی داره کارش رو میکنه ولی به هم وصلن. از چه طریق وصلن؟ از طریق یک ساختار، یک نرم افزاری به نام ماشین مبارزه SOS ایران که اونایی که اصلا خوششون نمیاد، اونایی که به هم اعتماد ندارن بگن آقا این کار ماست، ما میذاریم وسط، امیدواریم به درد بقیه بخوره که همه بدونن. سلاید بعدی. نداریم، گفتم شاهزاده رضا پهلوی هم بارها اینو گفتن، همین چند وقت پیشن که مصاحبه مرکز داشتن، جایی نیست، محیطی نیست که بیطرف باشه، فقط مال چپا راستا پادشاهی جمهوری اینا نباشه، بیطرف برای آزادی ایران باشه که بتونه شفاف که همه مردم ببینن که دروغی درش نیست، کلکی درش نیست، ارزیابی کنه فعالیت ها و مهارت ها و توانایی داوطلبانو. این همه آدم داریم، انسان های فرهیخته تو تلویزیون صحبت میکنن، بحث میکنن، تحلیل میکنن، مناظره میکنن، مصاحبه میکنن و غیره، بالاخره اینا در اون ساختار وحدت مدیریت، وحدت کلام، وحدت هماهنگی باید یه جای دیگه گوشه رو بگیرن دیگه. بر اساس چه ضوابطی کی بره کجا بشینه؟ بخوایم هفته دیگه سازمان ملل سخنرانی که بکنه اتحادیه اروپا، این همه مبارز داریم، این همه از سازمان‌های مختلف، کی بره؟ کدوم 2 نفر 3 نفر برن؟ بر اساس چه اساسی؟ همین تظاهراتی که در شهرهای مختلف می‌ذاریم کی بره سخنرانی بکنه؟ بر اساس چه ضوابطی؟ برای اینکه فعلا همون آشنایی ها هست و خب ما اینو میشستیم، این آقا خوبه، این خانم خوبه، ولی احتمالش هست که هم بهتر باشن و بعد اگر که شفاف نباشه اونهایی که در جای نیستن ممکن احساس بدی بکنن، خب اینا هم خودشون دارن با این کارا رو میکنن. اینها رو بعد ما سعی بکنیم که از کار اپوزیسیون در یک جاده موازی علاوه بر کاری که میشه اونم انجام بدیم، به نظر من و مبارزان ماشین مبارزه. سلاید بعدی لطفا. عدم وجود داشتن یک سیستمی دوباره هم شفاف باشه هم بیطرف باشه برای ارزیابی و تقدیر از سازمان‌هایی که دارن با خلوص نیت کار میکنن، حالا چه کار خودشون و یا همکاری میکنن، این همه سازمان و گروه که هستیم و هستند هر کی داره یه کاری میکنه، اکثرا هم با حسن نیت دارن میکنن، حالا بعضی دوباره کاری میکنن، بعضی اشتباه میکنن، بعضی عالی کار میکنن، ولی ما چگونه بدونیم این سازمان ها کی میباید بر اساس ضوابط شایسته سالاری و معیارها و مقیاسایی که خود شما و ما همه با هم میسازیم ماشین مبارزه، به زودی ما با هم شروع میکنیم با شما مردم ایران اینا رو درست کردن، که پشت پرده نگین این 4 نفر رفتن چیزی نوشتن و میخوان یه کاری برای خودشون بکنن. شفافیت نباشه به جایی نمیرسیم. این نور افکن رو باید بندازیم روی اپوزیسیون، تا حد امکان باید شفافیت همه چی باشه. مسلما مسائل محرمانه چیزا رو دادم نمیگه که جمهوری اسلامی هم بفهمه، ولی باید اعتماد اپوزیسیون رو جلب کرد به یه جایی که بتونن با هم کار بکنن. سلاید بعدی. این ساعت هم وقتی گفت میشه
14 دقیقه. عدم شفافیت مالی، اجرایی و عدم پاسخگویی. همین هنها یه میلیون دلار ما پول میخواییم، 500,000 دلار پول میخواییم، 1,000 دلار، 4,000 دلار پول میخواییم، فرانچیز درست میکنیم، رادیو درست میکنیم، تلویزیون درست میکنیم، مجله درست میکنیم، این کار میکنیم، اون کار میکنیم، اون کار میکنیم، پولا میاد، پولا چی شد؟ به شما چه؟ خرج کردین؟ خب، باید پاسخگویی باشه، پاسخگویی معمولا نیست. کارهای اجرایی، انتخابات، رأی‌گیری ها، چیزایی که میشود شفاف کرد، اگه اینا رو انجام بدیم شفافیت اجرایی هم داشته باشیم، مردم بیشتر اعتماد میکنن. اینا از خودم نمیگم، اینا الان 10-12 سال 15 سال امتحان شده، پیلوت برنامه در جای مختلف و نتیجه داده. و در نهایت هم عدم پاسخگویی. آقا خانم سازمان چرا این کارو کردی؟ به شما چه؟ خب آدم میتونه پاسخگو باشه تا حدی که لازم باشه و نه اینکه بخواد هر کی که جمهوری اسلامی هم هست بخواد ما رو اذیت کنه، از درمون حرف بکشن، بخوایم پاسخگوی اونا باشه. تمام اینا سلاید بعدی باعث میشه که چی بشه؟ دوباره کاری بشه. وقتی من، ما، شما ندونیم اون ور تو اون شهر اروپا یا آمریکا اینا کی داره چی کار میکنه، فکر خوبه فقط یه نفر که ندارن. بدونید 100% اگه شما یه فکری خوبی دارید، 10 نفر دیگه همون فکر جای دیگه دنیا انجام دادن. این اصلا بحث اینه که شما وقتی بخواید تز دکتراتون رو بنویسید، هر فکری بکنید، اول ببینید که چه مشکلی رو میخواید حل کنید. هر مشکلی پیدا بکنید، یکی یا حل کرده یا راجبش فکر کرده. پس این دوباره کاریا به خاطر نیست که هممون این چیزایی که فکر می‌کنیم خوبه رو انجام میدیم. حالا این باعث چی میشه؟ وقتمون تلف میشه، بودجمون تلف میشه، پولمون تلف میشه، نیروهای محدود تواناییمون تلف میشه. چرا همین کار اینجوری کردی؟ حالا این 10% بهترین، 10% کمتر، همه هم که بهترین توانایی ها رو و نیروها رو بودجه ها رو ندارن. اگر میشد این دوباره کاریا رو در صورت تمایل دو طرف، سه طرف، چهار طرف بگیم آقا اینو بیاییم بزرگتر و بهترش بکنیم و دیگه دوباره کاری نکنیم، یه چیز عظیم درست بکنیم. سلاید بعدی لطفاً. کمبود سیستم محیطی منظم برای پریزش استفاده از ایده ها و توانایی های میلیون ها نفر. الان این توانایی ها ایده ها از کیا میاد؟ از همین تعداد محدودی که تلویزیون ها هستن، رسانه ها هستن، احزاب هستن، سازمان میذارن، جلسه میذارن، زحمت میکشن، با حسن نیت همه کار میکنن، بسیار وقتا هم کار خوب از روش در میاد. ولی بقیه مردم ایران چی؟ مردم دنیا، به خصوص اونایی که در ایران ملموس از صبح تا شب دارن میدونن اشکالا چیه، اونها اگه ایده داشته باشن به کجا بفرستن؟ مثل همین 34 چند بودی گفتم پیامتون اومد، ایده هاش شروع کرده فرستادن و بقیه. و سلاید آخر لطفا. تکنولوژی هم استفاده نمیشه. این ویدیویی که مال 2004 دیدیم، اون موقع نه فیسبوک بود، نه اینستاگرام بود، نه نمیدونم چی بود، مثل اینکه یه دونه پلتاک بود اون موقع، حتی بیلوکس اینا هم نبود. بنابراین اونجوری کار شروع میشد. الان اگه کاری برنامه می‌خواستی بکنی، بعد تو تلویزیون فلان، تلفن دستی، این حرفا، این چیزا نبود، هر کسی موبایل ارزونی نداشته باشه. الان به کجا هستیم؟ پس ما باید بتونیم همیشه از بهترین تکنولوژی‌ها در صورتی که امن باشن استفاده بکنیم. و این موزلا رو که 9 تا بود من خدمتتون گفتم، موزلای کلیدی، موزل خیلیه. من انتظار دارم شما و به خصوص مبارزانی که تا الان ثبت نام کردن، هر مبارزی یه موزل بنویسه، تکراری هم باشه اشکالی نداره، یا اینایی که من گفتم و مثال براش بزنه. برای اینکه شماها که مبارز هستید، ماها که مبارز هستیم، باید شروع کنیم همفکری. همفکری اینه که آقا اینم هست، اینم هست، اینم هست، که در برنامه‌های بعدی بیاییم با هم ببینیم که ماشین مبارزه این موزل ها رو چگونه براش پادزه درست کرده. اونایی هم که نداریم با هم بریم درست بکنیم. بنابراین اجازه بدید که برنامه امروز من پایان بدم. از تک تک شما سپاسگزارم، از اتاق فرمان اونور دنیا، از هماهنگ کننده برنامه تلویزیون اینور دنیا، از تیم پروداکشن برنامه تلویزیون اونور دنیا و تیم پخش که از فردا شروع می‌کنیم بخش رو پخش کنه اون یکی ور دنیا سپاسگزارم. اسمشون هم یه روز بالاخره میگیم، ولی مطمئن باشید همه ما با هم پیروزیم، چون حق با ماست. بچی یه دو سه با هیچ کس هم شوخی نداریم. پاینده ایران، بدرود، تا درود دیگر.